امروز توی این ویدیو میخوام سی تا از چیزایی که هر پلیر حرفه ماکرفت بلده رو براتون بگم اینا رو فقط بازیکنهای قدیمی میدونن اگه قدیمی هستید بگید که از چه سالی و از چه ورژنی دارید بازی میکنید سلام رفقا من محمد امین از فارسی گیم تیوی هستم و به فارسی گیم تیوی خیلی خوش اومدید رفقا لطفا از فیلتر شکن استفاده کنید که تبلیغات رو نمایش بده کامنت انگلیسی هم فراموش نکنید چون تنها راه حمایت از ما همینه یادتون هم نره که لطفا ما رو سابسکرایب کنید زنگوله رو هم بزنید اینستاگرام ما رو هم فالو کنید لینک چنل دوم و سوممون هم داخل دیسکریپشن هست حتما اونجا رو هم ساب کنید منبع این ویدیو کانال آیدی اکتیو ام سی هستش که لینکش داخل توضیحات میذارم حالا بریم سراغ ویدیو توی ورژن های قدیمی ماینکرافت آیتم هایی مثل پله ها، فنس ها، های فشاری، کاکتوس ها و برخی بلاک های دیگر رو وقتی به زمین مینداختیم اندازه های خیلی بزرگی در مقایسه با حالت کنونی داشتن. من مطمئنم که بعضی از شما این باگ ماینکرافت رو هنوز یادتونه و اگه این باگ رو یادتون باشه شما یه بازیکن حرفه‌ای ماینکرافت هستید. زمانی قارها توی ماکرف فقط از سنگ ساخته شده بودن و نمیتونستید توشون بلاک هایی مثل گرانیت، دایرایت و یا انسایت لابلای سنگ ها پیدا کنید و تنها چیزی که دیده میشد فقط و فقط سنگ بود که این موضوع قارها رو خیلی ساده تر می کرد. زمانی که مانکرافت هنوز توی ویژن های آلفا و بتا بود با کشتن زامبی پیگمن میتونستید گوشت خوش پخته شده بگیرید که این مسئله اونا رو یکی از بزرگترین منابع برای تامین غذایی میکرد و اگه شما اون روزها رو یادتون میاد شما هم یه مانکرافت باز حرفه ای هستید حالت قدیمی لاوا توی ویژن های قدیمی من مطمئنم که خیلی از شماها این حالت لاوا رو یادتونه و اگه واقعا این حالت لاوا رو یادتونه شما یه مانکرافت باز حرفه هستید اگه شما هم جزو کسانی بودید که تا چند وقت پیش توی مود کریتیف خونهاتون رو با بلاک های الماسی میساختید شما هم یه مانکرف باز حرفه ای هستید چون یادم اون زمانا از این حرکات زیاد میزدن اگه شما می که از این افراد بودید توی کامنت ها بهم بگید زمانی فقط و فقط یه مدل چوب توی بازی مانکرف وجود داشت و اونم چوب بلوط بود هیچ نوع چوب دیگه پیدا نمی کردی توی بازی هیچ چوب توس، بلوط سیاه، چوب سرخ یا هر چوب دیگه ای نبود اگه شما همین یادتونه مسلما شما هم یه ماکرفواز حرفی هستید شما هم اگه این چیزهایی که بهشون میگفتیم چانک ارو رو یادتونه مسلما یه ماکرفواز حرفی هستید اگه شما هم توی ویژن های آلفا بازی کردید حتما یادتونه که وقتی درخت رو قطع می کردیم دیگه برگاشون ناپدید نمی شدن و چقدر این موضوع روی مخ آدم بود و اعصاب آدمو خورد می کرد می دیدی که بعد از اینکه چند تا درخت رو قطع کردی هنوز برگهای های درخت روی هوا معلقن و تا زمانی که خودتون اونا رو از بین نمی بردید اونا همونجا می موندن. اگه ورژن های خیلی قدیمی ماینکرافت رو بازی کرده باشید باید یادتون باشه که قبلا برای ساختن گلدن اپل یه دستور کرافتینگ داشتیم و فقط با 8 تا بلاک طلا و یه سیب میتونستید گلدن اپل رو درست کنید و بعضی از ها فکر کردن که دادن این دستور به پلیر به خاطر تاثیرات گلدن اپل یه امتیاز خیلی بیش از حد نیازه و منتج به این شد که توی 2015 این دستور از ورژن 1.9 ماینکرافت حذف بشه البته هنوز میشه گل اپل رو پیدا کرد ولی خیلی نایابه و فقط توی دانجن ها و شفت ها پیدا میشه با این اصاف اگه به چشم خودتون حذف شدن دستور گولن اپل رو از توی مانکرفت دیدید شما یه مانکرفت باز خیلی ای هستید اگه یادتون باشه وقتی که ماد کریتیف به ورژن بتای 1.a اضافه شده بود ماب های بازی میتونستن بهتون حمله کنن و یکی از بدترین چیزهایی بود که میرفت روی اعصاب آدم من داشتم مثل آدم خونم رو توی کریتیو مود میساختم ولی یهو میدیدم که یه کریپر اومد و همش رو خراب میکرد یادتون میاد وقتی که نمیشد برایتنس صفحه مانکرفت رو تنظیم کرد این مورد باعث میشد رفتن به قار خیلی سختتر از حالت معمول بشه و اگه هیچ مشعلی با خودتون نمی عمرن عمرا نمیتونستید چیزی توی اونجا ببینید امروزه میتونید برایتنس صفحتون رو در بالاترین حد ممکن بذارید و به قار برید کارهایی که میخواهید رو انجام بدید و از نظر روشنایی به مشکل چندانی بر نخورید یارتون میاد زمانی رو که روی سطح زمین میتونستید دانجن های مدفون پیدا کنید برای خودتون توی بیابون راه میرفتید که یهو میدیدید توی یه چاله یه دانجن مدفون شده که میتونست چست های مشخصی داشته باشه و یا نه اونها مدفون باشه که شما خودتون پیداشون کنید و به خصوص که توی بعضی از چاله ها روی اسپانر و چست های بلاک محسه بود تا مشخص بشه کجا رو باید بگردید زمانی که کوکیا یکی از سخت ترین غذاهایی بودن که میتونستیم درست کنیم و بهتون میگم چرا انقدر سخت بودن کوکیا توی مانکرفت به وسیله گندم و دانه های کاکاو ساخته میشن و اون زمان دانه های کاکاو توی دوره های ورژن بتای مانکرفت فقط توی چس های توی دانجن ها پیدا میشدن و نمیشد جای دیگه اونها رو پیدا کرد و برای همینم خیلی ساختن کوکی سخت بود البته تا زمانی که توی ورژن های یکوسه میوه کاکائو به درخت های جنگلی اضافه شد که ساختن کوکی رو یکم آسونتر کرد به هر حال اگه شما یادتونه که توی ورژن بتای مانکرفت چقدر ساختن کوکی سخت بوده پس شما هم یه ماکرفت واز قدیمی و حرفه‌ای هستید توی ورژن بتای مانکرفت پودر استخون خیلی بیش از حد قوی بوده و به محض اینکه برای محصولات کشاورزی یا درختها استفادهشون میکردیم اونا رشد میکردن که منتج به این شد که در ورژن یک و این مورد اصلاح بشه و میزان تاثیرگذاری پودر استخون یکم کمتر بشه ولی اگه شما یادتونه که چقدر اون زمانا پودر استخون قدرتمند بوده شما یه مانکرفت باز قدیمی و حرفه ای هستید توی یکی از ویژن های ماکرف یه باگ وجود داشت که نیم بلاک های چوبی فقط توسط یک کلنگ کنده میشدن و نه تبر و نه دست میتونستن این کار انجام بدن که خیلی عجیب بود ولی اگه اینو یادتون میاد یه ماکرف پلیر پیشکسوت هستید شاید یکم این شانسی باشه ولی اگه یادتون باشه اولین باری که ویلیجرها به بازی اضافه شدن بالای سرشون اسم تستیفیکیت نوشته شده بود شما واقعا یه مانکرف پلیر پیش و حیفهی هستید چون این فیچر توی ویژن بتای یکونو توی 2011 اضافه شد که مال خیلی وقت پیشه یادتون میاد زمانی رو که پیدا کردن الماس توی بازی دیگه عملا پایان بازی بود چون بعدش دیگه هیچ کار خاصی دیگه نمیموند که بخوایم انجامش بدیم ما داریم در مورد زمانهایی صحبت میکنیم که نمیتونستیم چیزی رو اینچند کنیم و هیچ ماینشفت متروکه ای نبود که بخوایم توش بگردیم و حتی هیچ اندر دراگونی وجود نداشته که بخوایم باش مبارزه کنیم و کل کاری که باید میکردیم این بود که بریم مدن کاری کنیم و یه چیزی بسازیم کلا ما مانکرفت اون زمان ها خیلی چیز ساده بود ولی خیلی قشنگ بود توی ویژن های قدیمی ستاره های مانکرفت با اونایی که امروز میبینید متفاوت هستند. همونطور که میبینید ستاره توی این نمونه خیلی خیلی بزرگتر از اون چیزی که امروز توی مانکرفت به عنوان ستاره میبینید هستند. چون ستاره های امروزی یکم واقعی یکم روشنترن، و یکم کوچکتر از اونایی که قبلا وجود داشته هستند. و اگه شما هم اینا رو یادتونه پس شما یه مانکرفت قدیمی هستید یادتون میاد زمانه که هیچ کتابچه کمکی برای ساختن ابزار مختلف توی ماکرف وجود نداشت. چقدر سر ساختن چیز ساده اذیت می شدیم چون نمی دونستیم چجوری می تونیم بسازیمش و باید اونو سیش می کردیم چون هیچ کمک دستوری توی بازی نبود که به همون بگه چجوری چی چیزهایی که می خواهیم رو بسازیم ولی صادق باشیم از این چالش خوشم می اومد. مود کریتیو توی ورژن بتا 1.8 توی 2011 به بازی اضافه شد. توی این ورژن وقتی یه مپ کریتیو می‌ساختی، به محض اسپان شدن، هاتپار پایین صفحه با یه سری بلاک‌های خاصی پر شده بود که من خودم به شخصه از این موضوع خوشم نمیومد. چون باید اون‌ها رو با بلاک‌هایی که می‌خواستم جابجا کنم و بازم میگم اگه شما هم اینو یادتونه، شما یه خوره بازی مانکرف هستید. زمانی که ماکسیموم ارتفاعی که میتونستید بگیرید 128 بلاک بود رو یادتونه یادم اون زمانا به همین ارتفاع بالا میرفتیم و میدیدیم که با ابها توی یه سطحیم که یکم عجیب بود ولی امروزه این ماکسیموم ارتفاع به 256 بلاک افزایش یافته و عملا دو برابر شده توی ورژن قدیمی آلفا و بتای بازی حیوونا خیلی بیشتر این بر اونور میپریدن مثلا میدید که یه گوسفند داره هی پشت سر هم میپره نمیدونم چی بود فقط میپریدن این بر, اون بر تا زمانی که میکشتیمشون شما اگه ماکرف باز واقعی باشید این مورد رو یادتون میاد و اون اینه که استایل استیک اموزه متعلق به استیک خوش توی ویژن های قدیمی بوده توی ویژن های یک و به قبل خوش تنها موجودی بودی که با کشتنش گوشت مینداخت و بعدها وقتی که گوشت گاف هم به بازی اضافه شد این حالت رو از خود گرفتن و به گاف دادن و برای استک خوک یک تصویر دیگه ساختن اگه این مانکرف لانچر یا این یکی و یا این یکی رو یادتونه بدون شک شما یه مانکرف باز حرفه‌ای و قدیمی هستید اگه یادتون باشه یه زمانی بود که کرافتین تیبل اسمش کرافتین تیبل نبوده و در واقع بهش ووک بنچ میگفتن و اگه این مورد هم یادتونه شما یه بازیکن پیشکسوت ماینکرافت هستید یه زمانی اسموت لایتین توی بازی نبوده به خصوص توی ورژن آلفای بازی و قدیما نورپردازی بازی خیلی ضعیف و خوش بوده و میشد مرز دقیقه بین منطقه نورانی و سایه پیدا کرد خیلی ظاهرش بد بوده و درست شبیه همین بود و مطمئنم تعداد زیادی از شما این تصویر رو یادتونه و اگه یادتونه شک نکنید شما این باز خیلی قدیمی و حرفه‌ای هستید درهای زیادی هستن که میتونید باهاشون خونتون رو تزیین کنید ولی هر مانکرف باز حرفه‌ای میدونه که این در برای همیشه در اصلی مانکرف بوده میمونه و خواهد بود چون قبلنا این تنها دری بود که میشد توی مانکرف ساخت و باعث میشد خونه‌های زشت توی مانکرف یکم ظاهر بهتری پیدا کنند اگه یادتون باشه یه زمانی بود که فقط میتونستید توی ماکرفت تخت قرمز تولید کنید فرقی نمیکرد از چه پشمی استفاده کنید در هر صورت تخت قرمز بهمون به میداد حتی میتونستیم از انواع چوب و پشم استفاده کنیم که تخت ساختن رو برای اون زمان خیلی راحتتر میکرد ولی امروزه تختها با رنگ های مختلف عرضه میشن که خود من به شخص این تختهای رنگی رو ترجیح میدم ولی به هر حال اگه شما اینا رو یادتون میاد پس حرفه ای مانکرف بازی میکنید هرچند مال خیلی خیلی وقت پیش نیستش و زیادم قدیمی نیست ولی به نظر میاد مال چند سال پیشه اگه صدای قدیمی گوافار رو یادتون باشه شک نکنید که مانکرف پلیر حرفه ای هستید من خودم عاشق صداشون بودم و وقتی عوضش کردن خیلی متاثر شدم اونا چرا باید صدای گاف ها رو عوض می کردن؟ من خیلی عاشقشون بودم و مورد آخر لیستمون هم اینه که اگه یادتون میاد صدای راه رفتن روی علف ها قبلا چجوری بوده دیگه بدون شک مانکرف باز خیلی قدیمی و حرفه ای هستید خب اینم از ویدیو امروز بچه ها امیدوارم که لذت برده باشید ازتونم ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بذارید تا در آینده ویدیوهای بیشتری ای تولید کنیم تا ویدیو بعدی روز و شب خوبی داشته باشید